یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با امداد امروز شرکت سعودی آرامکو را در جده با موشک بالدار قدس دو هدف قرار دادند. همزمان با این عملیات پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیسمشید در جنوب عربستان آماج حملات پهبادی قرار گرفت. این عملیات در واکنش به ادامه محاصره و حملات متجاوزان سعودی به ملت یمن انجام شد. توان نظامی و عملیات نظامی در عمق خاک عربستان افزایش خواهد یافت ما مجموع اهدافی را در نظر گرفته ایم و به لطف خدا نیروهای مسلح به درجه عالی از برتری رسیدن. از سطح برابری عبور کردند و به این توانمندی رسیدند که رژیم سعودی را در خاک خود هدف قرار دهند و کنترل اوضاع اقتصادی نظامی را از آن بگیرند این موشک ها و سلاح که امروز توانستن معادله را در جنگ تغییر دهند حق مشروع ما در دفاع از ملت یمن است تصاعد الهجمات اليمنيه ضد اكثر الاهداف تشديد حملات يمنيها بارامكو حياتي ترين تاسيسات عربستان و مهمترین ستون اقتصاد این کشور كشور همچنین فرودگاهای نظامی آن نشان دهنده توانمندی ارتش یمن در اجرای حملات دردناک به عربستان تا متوقف شدن تجاوز و رفع کامل محاصره یمن است حملات اليوم هي رساله واضحه امروز حامل پیام روشن ملت یمن به رژیم سعودی و حامی آن آمریکایی هاست که تا زمانی که عربستان جنگ و حملات هوایی را متوقف و محاصره ملت یمن را لغو نکند حملات به عمق خاک سعودی متوقف نخواهد شد حملات موشکی و پهبادی جدید ارتش یمن همزمان با ورود فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن به ریاض انجام شد و حامل این پیام است که یمن به لحاظ نظامی کنترل اوضاع را به دست گرفته است. یوسفی خبرگزاری و سیما